مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی که از اسلو همراه ما شدند. آقای سید عسکری، خود مقامات رسمی در ایران تایید کردند که 90% مواد اولیه لازم برای تولید دارو وارداتیه. با این حساب داخلی سازی دارو چقدر عملیه و اگر شدنیه چه تبعاتی داره؟ درود بر شما. آن چیزی رو که این روزها مقامات رسمی وزارت بهداشت در خصوص واردات مواد اولیه دارو میگویند ناشی از اجبار و اصرار هست. تا همین چند ماه پیش همه حضرات با داشتن ذخایر ارزی بالا میگفتند که ما تولیدات دارومون چیزی حدود بالای 65 تا 96% تولید داخل هست. اما زمانی که مشکلات ارز ترجیحی پیش اومد، نشان دهنده این هستش که 90% داروها عملا با فرمولاسیون خارجی و با مواد اولیه خارجی هست که البته در یک اقتصاد معمولی هیچ ایرادی نداره، اما نظام جمهوری اسلامی چون میخواد هژمونی ایدئولوژیک خودش رو نشون بده این تبلیغات رو انجام میداد. حال که به دیوار واقعیت برخوردن، میبینند که 90% تولیدات دارو در کشور با افزودنی ها و مواد اولیه خارجیه که میان داخل یک فرمولی رو که باز اون هم خارجیه رو ایجاد میکنن دارو رو و سپس وارد بازار دارو میکنن. در نتیجه آن چیزی که تحت عنوان داخلی سازی دارو طی این سالها اتفاق افتاده و بومی سازی چیزی جز یک توهم بیهوده نبوده و عملا چیزی تحت عنوان یک مونتاژکاری همچون صنعت خودرو هست. البته این در یک اقتصاد عادی امر بسیار خوبی هست. این امر هم ناشی از ورود تکنولوژی هست که این تکنولوژی رو هم که ما در کشور داریم بیشترش ناشی از سرمایه گذاری ها و سیاست های درست دولت‌های قبل از انقلاب بوده که پس از اون اینها فقط تکرارش کردن. این واقعیتی هست که این روزها با باهاش سر و کار. شما به حذف ارز 4200 تومانی اشاره کردید. غیر از تأثیراتی که روی تولید دارو خواهد داشت، چه تأثیری میذاره روی دسترسی مردم به داروی مورد نیاز در بازار؟ ببینید، در گزارشی که شما دادید قیمت، افزایش قیمت بین 4 تا 7 برابر برای داروهای ساخت داخل یا داروهای وارداتی است. این یک سناریوی خوشبینان است. این قیمت در داروهایی که در بازار قاچاق هست تا 20 برابر پیش بینی می شود. چه سرنوشتی رو خواهد داشت؟ با توجه به بودجه کمی رو که دادن، این سرنوشت سوبسیدی که یعنی ما با تفاوت دارو عین یارانه دولت آقای احمدی نژاد خواهد بود و عملا اتفاقی نخواهد افتاد. همچنین صنایع و خدمات مشابه رو هم بالاتر خواهد بود. قطعا داروهایی که در تختای بیمارستانی استفاده میشه، در تختای عمل استفاده میشه، افزایش چند برابر خواهد داشت. هزینه های اتاق عمل رو بالاتر خواهد بود. باعث افزایش هزینه پزشکان خواهد شد با توجه به وقایعی که ما میبینیم. همچنین داروهایی که احتیاج به نسخه نداره هم قطعا افزایش چند برابری خواهد داشت. یعنی وضعیت رو در کلیه صنعت دارو، درمان و پزشکی به سمت منفی و بر علیه مردم خدمت شما عرض کنم سازماندهی خواهد کرد و عملا دارو تبدیل به یک کالای لوکسی خواهد شد، همچون گوشت، همچون مرغ، همچون آجیل یا حبوبات، که عملا این امر از حوزه خدمت شما عرض کنم خارج خواهد شد و ما شاهد نوعی بازگشت و عقبگرد در حوزه بهداشت، درمان و خدمت شما عرض کنم سیستم های پیشگیری و خدمت شما عرض کنم این مباحث خواهیم. سپاسگزارم. مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصاد از اسلو.